رونالدو بر بام دنیا، کریس آقای گل جهان شد. کنایه پیکه بر آل پس از ناکامی تیم در جذب امباپه. عصبانیت آلگری از یوونتوس، این قرار ما نبود. چراغ سبز دوباره کیلیان امباپه بر رئال. خیانتی بزرگی که فاش شد، لاپورتا قصد حفظ مسی را نداشت. حمله رئیس لالیگا با پی اس جی پس از ماندنی شدن امباپه. خاورت باز پس از اینکه پی اس جی پیشنهاد 200 میلیون یورویی رئال را برای کیلیان امباپه رد کرد، با انتقاد از این باشگاه پرداخت. امباپه تنها یک سال دیگر قرارداد دارد و مشخص نیست که در نهایت تمدید خواهد کرد یا فصل بعد رایگان به رئال مادرید میپیوندد. این در حالی است که پی اس جی اشرف حکیمی، لینل مسی، سرخی راموس، جورجینیو واینالدوم، نونو مندس و جیجی دونوروما را به خدمت گرفت. هرچند پی اس جی تنها برای حکیمی و مندس متحمل هزینه شد، ولی تقریبا همگی دستمزد بالایی دریافت میکنند. خاورت باز پس از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات تابستانی و در انتقاد از موضع سفت و سخت پی اس جی در مورد امباپه و خرید های این تیم توئیت کرد: باشگاه های وابسته به دولت، منظور پی اس جی و سیتی هست، به اندازه سوپر لیگ برای اکوسیستم فوتبال اروپا خطرناک هستند. از سوپر لیگ انتقاد میکردیم چون باعث ویرانی فوتبال در اروپا میشد و به همان اندازه هم منتقد پی اس جی هستیم. بیش از 300 میلیون یورو خسارت به خاطر کووید 19، کاهش 40% درآمدهای حق پخش تلویزیونی در فوتبال فرانسه، ولی بیش از 500 میلیون یورو بودجه برای پرداخت دستمزدها غیر قابل دفاع است. رسمی فاتی میراثدار مسی شد، شماره 10 با آنسو رسید. باشگاه بارسلونا به صورت رسمی تایید کرد که آنسو فاتی ستاره خط حمله این تیم شماره 10 را در فصل جاری بر تن خواهد کرد. پس از جدای لیونل مسی از بارسلونا، شماره 10 این باشگاه صاحب نداشت و به نظر نمی رسید که بازیکن در فصل جاری این شماره را بپوشد. اما قوانین لالیگا سبب شد تا مدیران این باشگاه شماره 10 را به فاتی بدهند. برخلاف تورنمنت های دیگر نظیر NBA، لالیگا به باشگاه ها اجازه بازنشسته کردن شماره هایشان را نمی دهد، چرا که بر اساس قوانین همه بازیکنان باید شماره های 1 تا 25 را بپوشد و به همین خاطر این شماره به فاتی رسید. این باشگاه روز گذشته به صورت رسمی از فاتی با پیرانه شماره 10 نمایی کرد و پدیده کاتالان ها این شماره پرمسئولیت را برتن کرد. همچنان شماره 7 گریزمان به دمبله مهاجم فرانسوی رسید و دمیر ستاره جوان این تیم شماره 11 را برتن خواهد کرد. لوک دیونگ مهاجم جدید بارسا شماره 17 را برتن خواهد کرد و سایر بازیکنان با شماره های قبلیشان به میدان خواهند رفت. در تاریخ بارسلونا اسطوره های نظیر روماریو، رونالدینیو، ریوالدو و مارادونا شماره 10 را برتن کردند و مسی آخرین وارث این شماره بوده است. لئو بین سالهای 2008 تا 2021 این شماره را پوشید، قبل از اینکه رونالدینیو بین سالهای 2003 و 2008 آن را برتن کرد. کریستیانو رونالدو با گلزنی در مقابل ایرلند بهترین گلزن ملی تاریخ دنیای فوتبال شد. کریستیانو رونالدو که در رقابت‌های یورو 2020 به تعداد 109 گل رسیده بود و با علی دایی برابر شده بود، اکنون در اولین فیفا دی پس از رقابت‌های جام ملت‌های اروپا در چارچوب بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2022 قطر در منطقه اروپا موفق شد. با گلزنی مقابل ایرلند به تعداد 110 گل ملی رسیده و از رکورد علی دایی عبور کند و به تنهایی تبدیل به اقای گل تاریخ فوتبال ملی شود. پرتغال در این بازی با نتیجه 1-0 عقب بود و کار برای شاگردان فرناندو سانتوس گره خورد. و رونالدو هم در نیمه اول دیدار یک پنالتی را از دست داده بود و قدر عصبانی بود، اما در نهایت در دقیقه 89 بازی روی یک سانتر موفق شد با ضربه سر دروازه حریف را باز کند تا با استفاده از روشی که در آن مهارت خاصی دارد، یعنی همان استفاده از ضربه سر، رکورد گل‌های ملی را از آن خود کند و به تنهایی بر بام فوتبال ملی دنیا قرار بگیرد. رونالدو در دقیقه 96 همین بازی موفق شد گل دوم پرتغال بر ایرلند را هم به ثمر برساند و تعداد گل‌های ملی خود را به عدد 111 ده برسانند. کنایه پیکه بر آل پس از ناکامی تیم در جذب امباپه. جرارد پیکه ستاره خط دفاع بارسلونا و مدافع دومین تیم بعد از جذب کیلیان امباپه واکنش تمسخر آمیزی در شبکه‌های اجتماعی نشان داد. رئال مادرید در پنجره نقل و انتقالات تابستانی تلاش زیادی برای جذب کیلیان امباپه انجام داد، اما موفق به جذب این بازیکن نشد و حالا برنامه می‌ریزد تا وی را در تابستان آینده به صورت رایگان به خدمت بگیرد.
عدم جذب این بازیکن از سوی رئال با وجود رئیس پیشنهاد هنگفت سبب شد تا جرارد پیکه که همواره با ستاره های رئال مادرید و این باشگاه جنجال های در فضای مجازی راه می اندازد بتازد و کنایه بگوید. در یک نظرسنجی تویتری که چند روز پیش منتشر و از مخاطبان پرسیده شده بود که امباپه از میان سه شماره 5 19 و 23 کدام شماره را در رئال مادرید می پوشد، پیکه ساعت پس از پایان نقل و انتقالات تابستانی با تمسخر نوشت شماره 7. البته این کنایه پیکه بی جواب هم نماند و هواداران رئال مادرید نیز به این بازیکن تاختند و با یادآوری این موضوع که خط حمله آتشین بارسا چه شد و گریزمان شماره چند را می پوشد به او پاسخ دادند. عصبانیت آلگری از یوونتوس، این قرار ما نبود. ماکس آلگری به هیچ وجه از عملکرد یوونتوس در بازار نقل و انتقالات تابستانی رضایت ندارد. یوونتوس حضور چندان فعالی در پنجره تابستانی نداشت و علی‌رغم از دست دادن ستاره های مانند کریستیانو رونالدو، تنها مانوئل لوکاتلی را برای تقویت خط هافبک، اساسولو و مویسکین را نیز برای خط حمله از اورتون جذب کرد. حالا نشریات ایتالیایی مدعی شدند ماکس آلگری از مدیران یوونتوس خشمگین شده و مربی انتظار داشته آنها بازار نقل و انتقالات متفاوتی را برای این تیم در نظر بگیرند. این در حالی است که به نظر می‌رسد ماکس آلگری هنگام توافق برای بازگشت به یوونتوس در تابستان امسال قول‌های دیگری از باشگاه گرفته بود. به عنوان مثال بیانکونری هفته‌ها برای جذب دوباره میرالیمپیانیچ و توافق با بارسلونا تلاش کرد، اما در نهایت هافبک مورد علاقه آلگری در اسپانیا ماندنی شده و این انتقال سر نگرفت. همچنین این سرمربی ایتالیایی علاقه زیادی به خرید ماورو ایکاردی ستاره آرژانتینی پاریس سن ژرمن داشت که اقدام دیرهنگام مدیران یوونتوس مانع رخ دادن این انتقال شد. یوونتوس که فصل گذشته در رده چهارم لیگ ایتالیا قرار گرفته بود و با آندرو پیرلو قطع همکاری کرده بود، این فصل نیز شروعی هرگز خوبی نداشته است. آنها در شرایطی در هفته دوم با یک گل مغلوب آمپولی شدند که در روز نخست نیز برابر اودینزه با تساوی 2-2 رضایت داده بودند. به هر حال ماکس آلگری از عملکرد آندره آنلی و فدریکو چروبینی مدیر ورزشی جدید یوونتوس رضایت نداشته و تصور میکند برنامه ها طبق قرار قبلی پیش نرفتند. چراغ سبز دوباره کیلیان امباپه بر رئال. ستاره فرانسوی پی اس جی هنوز از رویای پیوستن بر رئال مادرید دست نکشیده است. انتقال کیلیان امباپه بر رئال مادرید در تابستان امسال عملی نشد و پی اس جی حتی حاضر به پاسخگویی به پیشنهاد رئال مادرید هم نبود. رئال تا 200 میلیون یورو نیز به پی اس جی پیشنهاد داد، ولی هیچ کدام باعث نشدند تا باشگاه متمول پاریسی وسوسه شود. بازی برای رئال رویای کودکی های امباپه هست، ولی ستاره فرانسوی که یک سال دیگر از قراردادش باقی مانده حالا باید در مقابل فشار باشگاه در مقابل تمدید چند ماه دیگر هم تحمل کند و از جنوری بدون مشکل با رئال مادرید وارد مذاکره شود که البته کار ساده این نخواهد بود. شب گذشته و با بسته شدن پنجره نقل و انتقالات امباپه مطلب مربوط به یکی از فالوورهای خود را در استوری اینستاگرام به اشتراک گذاشت و 3 دقیقه بعد از آن از آن را پاک کرد. حرکتی که به نوع چراغ سبز دوباره بر رئال مادرید بود و گویا امباپه قصد دارد چانسش را دوباره برای پیوستن بر رئال مادرید امتحان کند و از رویایش دست نکشیده است. با حرفه‌ای بودنت احترام میگذارم برادر، رویایت را دوباره برنامه ریزی کن. زندگی زیباست، تو بهترینی. خیانتی بزرگی که فاش شد. لاپورتا قصد حفظ مسی را نداشت. با فروش دیرهنگام آنتوان گریزمان به اتلتیکو مادرید مشخص شد که لاپورتا قصد حفظ مسی را نداشته و عمدن قرارداد او را تمدید نکرده است. اوایل ماه آگست باشگاه بارسلونا از توافق با مسی برای تمدید قرارداد خبر داد و مدعی شد که در صورت خروج چند بازیکن قرارداد جدید با این بازیکن به امضا خواهد رسید. خروجی های بارسا در آن زمان گریزمان، پیانیچ، اومتیتی، کوتینیو و چند بازیکن اکادمی بود، اما قبل فروخته شدن این بازیکنان قرارداد مسی تمدید نشد و او راهی پاریس سن ژرمن شد. پس از جدایی مسی، باشگاه بارسلونا به گونه غیر رسمی اعلام کرد که قصد حفظ گریزمان و مسی را دارد و این بازیکنان را نخواهد فروخت. شب گذشته و در آخرین ساعت نقل و انتقالات بارسا سه فروش انجام داد و امرسون گریزمان قرضی با بند خرید اجباری و موریبا را فروخت. با فروش این بازیکنان بخش بزرگی از دستمزدهای این باشگاه آزاد شد که میشد با آن مسی را حفظ و زمینه حضور دوامدار او را مساعد کرد. حالا رسانه های کاتالونیا مدعی شدند که لاپورتا قصد تمدید با مسی را نداشته و از او برای پیروزی در انتخابات استفاده کرد و برنامه او ساختن بارسا بدون لئو بوده است. این انتقادها در حال افزایش است و بسیار از هواداران بارسلونا رئیس کنونی باشگاه را به خیانت متهم کرده و میگویند که او همه را فریب داده است.